بی‌نظیر است در همان صفحه 765 از مثنوی این گذر. برای مثال تاجر سنگ قیمتی فروش کتابی که کادوی من بود برای بسته شناختش در مورد کیمیاگری را به من پس داد، با وقاحت در بیان و در قیافه، و پاسخ کتبی را از زیر در مغازه‌اش سر دادم به درون. رمضان 99 بود. برای مثال مهندس 38 ساله را راهنمایی علمی نمودم تا از گلی که یک سال از در آن مانده برای نوشتن پایان‌نامه ادبیش در بیاید، و به روی من توف کرد. راهنمایی‌هایم را همچنین دو متد مدیتاسیون که دوره اش را گذراندم در فرانسه را و پرینت شده به او دادم، توف کرد در روی همه آنها. تمامی افراد در زندگیم در ایران دور و نزدیک همگی توف کردند به صورتم برای راهنمایی، کادو دادند. برای مثال و بیانش کردم برای خاله کوچک در تماسش چند روز پیش که یک سجی گرم کننده بدن که از پشم شتر بافته شده است را می خریدم ارسال کنم برای برادرم، و فروشنده به من گفت تا حالا ندیدم خواهری این کار را انجام بده برای برادرش. و اینکه مجبور شدم از دختر برادرم سوال کنم آیا بسته به دست پدرش رسیده است. یعنی رفتار دو مرد روانشناس جوان که حتی ننوشتن کتاب ها رسید، با ارسال سه نمونه از کتابم سفیر برای هر یک، رفتاری دارن همگون با رفتار برادر من، و تمامی این نوع افراد همگون در رفتار در ضدیت محضشان در قبال رفتار من در قبال آنها. گذر از مثنوی. مهر تلخان را به شیرین می کشد، زان که اصل مهرها باشد رشد. نوت سه. رشد یعنی هدایت راه یافتن، راه راست یافتن. محبت تلخی ها را شیرین می گرداند یا تلخان را شیرین می کند، زیرا اصل و گوهر مهربانی و محبت خیرخواهی و راهنمایی دیگران است به مقصود و هدف پاک. برای شنونده این کتابم روشن سازم که هدیه کتاب با آن آقا برای تشکر از تعبیر خواب من بود. مادر بزرگ طرف مادری هدیه قطور و درخشان از طلا به من در خوابم هدیه کرده بود. به عناوین مختلف در متون مختلف فارسی و فرانسه زبان و جمله در کتابی از یوم خواندم کیمیاگری به منزله فرافکنی کامل سیرورت درونی که طلا در آن رمز تحقق یافتن امری معنوی است. لحظات پیش بار دیگر طی چند ساعت اخیر پروردگار را شکر کردم، و این بار با شناسایی کردن آنچه سمزدایی می نامم آن را، بیان داشتن سپاسم را پروردگار را برای این سمزدایی سپاس گذارم. سمزدایی از آخرین تماس تلفنی خاله کوچک و همزمان سمزدایی است از تمام گفتارهایش که سمدار هستند. توجیه مالکشی بر روی پلیدی شیوه اوست. پلیدی را وارد زندگی من نکن، برایش نوشتم پریشب. توجیه پلیدی پشتیبانی از پلیدی است، برایش نوشتم. وارد کردن پلیدی است در زندگی و روان و روح من با تماس تلفنی او، و به یادش آوردم دو بیماری بزرگ دارم و سومی به آن اضافه شده است. به دلیل نداشتن آسایش در مسکنم و در محیط زندگیم، بالا رفتن قند خون به دلیل استرس بالا و مصرف دارو برای درمان آن. چشم آخر بین تواند دید راست، چشم آخر بین غرور است و خطاست. چشمی که فرجام را میبیند میتواند راست و درست ببیند، ولی چشم آخر بین فریفته و خطاکار است. عالم صورت و ماده مانند آخر حیوان است، و چشم های ظاهر بین فقط این عالم را توانند دید، اما عالم معنا را فقط صاحبان خرد می توانند بینند. صفحه 766 جلد اول مثنوی مولانا. همین روز و 12:23 ظهر است. به هر کلام پاک شوینده سیاهی است که در تماسش سیاه دل در انسان باقی می گذارد در گذرش. آرام شدم. روح مولانا شاد و سپاس آقای کریم زمانی را برای زحمتشان در نوشته شدن این اثر چند جلدی. رحمت و برکت خداوند بر ایشان. دیروز یاد استاد دانشگاه من افتادم. در دوره دکترا بودم و واحدی
در مورد داستان زندگی داشت. مشاور تحصیلی نوجوانان بود همزمان که درس میداد در دانشگاه ما. یک روز به من گفت که به ایران سفر کرده است و فروشنده سنگ قیمتی بسیار نامهربان بوده است با او. انسان مهربانی بود این آقا. در سفیر کمی بیشتر در موردش نوشتم، در رابطه با زندگی تحصیلیم در دانشگاه ما. بلیدی قوم ایرانی نامتناهی است در گونه و جلوه. برای من گفتار مولانا و قرآن درجه فساد این قوم را نمی توانند بیان کنند. رحمت خدا در دل انسان وارد می شود با خوانش این متون و این نو متون. منتها کلمات متون در مورد افراد و قوم پلید بیانگر واقعیت سیاهی که این افراد و جامعهشان است نمی باشد. چطور وکیل مشاور دادگستری مرا می فرستد کانون وکلا برای یافتن یک وکیل و با مراجعه به آن کانون به من می گویند اینجا وکالت قبول نمی کنند و فقط مشاوره است. حالان که به طور دقیق با آن وکیل مشاور دادگستری گفتم، دو وکیل مسن وکالت مرا قبول نکردند. با وجود اینکه با آنها گفتم دو بیماری بزرگ دارم و قند خون به دلیل استرس بالا به دلیل شرایط زندگیم به وجود آمده است و حتی از خود او خواستم وکالتم را قبول کند. به دلم بد آمده بود آن وکیل، چون به او میگویم وکالت را قبول نکردم و به من میگوید وکیل که داشتی. من دیگر شروع کردم به نفرین کردن این قوم و این افراد. تماس‌های تلفنی برادرم حدود 2 ماه پیش و تماس تلفنی خاله کوچک چند روز پیش عمق پلیدی این قوم که چشم و دلشان هرگز سیری پذیر نیست، از پندار گفتار کردار کجدمی و سیری ناپذیر از زندگی در این دنیا. چند روز پیش با خودم می گفتم چه حد بایستی زندگی من سخت باشد. زندگیم چیزی از زندگی عیسی مسیح کم ندارد. مسیح که گفته است زشها کشیدم و شما نمی دانید. در کتابی به نوشته هانری کوربن خواندم. آنقدر قوم ایرانی پلید باشد که آرزو داشته باشید با مرگ از مجاورت با آنها رها شوید. به خاله کوچکم گفتم بار آخر اگر می دانستم خدا مرا به اندازه بابا دوست دارد از خدا می خواستم مرا ببرد، چون بابا از خدا خواست او را ببرد و خدا او را برد. منتها اگر از خدا بخواهم مرا ببرد و این کار را نکند یک زندگی برزخی خواهم داشت. پس به خودم میگم خدا عمر کم به من بده. و کتاب بنویسم. با این حال باز مالکشی می کند این خاله. لعنت بر همگیشان. برای اینکه مالکشی یش را بشکنم به او گفتم می دانی رفتم پیش کاردار ایران برای دزدیده شدن ارثم. می دانی با مسعود پسر عمویم تماس گرفته بودم و سکوت داشت. دیروز با خودم می گفتم بزرگان ملی ایران به سهم خودشان در لاپوشی کردن پلیدی وجود قوم ایرانی، در پدید آوردن این زندگی سیاه‌تر از غیر برای من و امثال من سهیم هستند. چه دکتر صدیقی، چه دکتر فاطمی و الباقی. با خودم می گفتم قوم ایرانی بایستی در شپش و طاعون و باقی بیماری ها از بین می رفت. قوم قهار در پلیدی که سرزمین خدا را اشغال کرده است. این خاک که نامش ایران است. هیچ سودی برای بشریت ندارند. از آثار فرهنگ خودشان میخری و با آنها صحبت میکنی، برای دسته فوتوکوپی کرده و ارسال میکنی، نوشته خودت را برای آنها پرینت میکنی و جز تمسخر و ضدیت محض پاسخی ندارد. ارتباط فرهنگی با آنها از زن و مرد، پیر و جوان، با سواد و بی سواد. حتی خانم وکیل مسن که پاسخ میدهد کتاب های هانری کوربن رو دارم ولی نوشته های خودمون رو قبول دارم. در پاسخش نوشتم من هم یخچال تلویزیون دارم. چند نقطه. در کانال تلگرام فرهیختگان ملی بود. علامت تعجب. اتمام حجت کردم و بیرون آمدم از لانه کشتم. هر بار همین است. دهان و لانه کردم هم صحبتی با قوم ایرانی. این خانم اعراب را تازی نامیده بود در پستی که نوشته بود در تلگرام و من انتقاد کردم از رفتارش. موجب حمایت موسفید گروه قرار گرفت. با حکم
بستن دهانم و با اتمام حجت وداع ابدی گفتنشان و با اتمام حجت وداع ابدی گفتمشان. آن خانم وکیل در خارج از کشور اقامت دارد. خارج نشین و خارج قرب بزرگ شده باشند حتی هیچ تأثیری در احوال این قوم ندارد. قول قوم حبس شده در قهر خدا. بیان قوم ایرانی از زبان من در بالا را مطابقت می دهم با این سخن مولانا در مورد درویش از خدا و تشنه غیر. و درست همین ویژگی را فاقد روح بودن مردم ایران حس فهم کرده بودم چند سالی است، زمانی که برای پست‌های یک حقوقدان 78 ساله در فیسبوک کمک می نوشتم. منتها خود آن حقوقدان از نوع همین قوم عذاب در آمد و با اتمام حجت مانند هر یک از این نوع افراد او را از لیستم بیرون کردم. مرغ خانه است او، نه سیمرغ هوا. لوت نو شد او، ننوشد از خدا. این درویش فارغ از معنا مانند مرغ خانگی است، نه مانند سیمرغ، یعنی بسته به سراسر به سرای دنیاست، نه همچون سیمرغ نشسته بر ستیق قاف قربت الهی. این درویش لقمه دنیوی میخورد و از قضای عطایای الهی محروم است. کلمه حکایت را به نام این کتاب افزودم لحظاتی پیش. حکایت من است کتاب هایم. حکایت سهروردی حکایت من شد، هانری کوربن نوشته. حکایت من یکی نیست با حکایت قوم ایران، از آن جداست و با خداست هستی مطلق. با خدا تنها هستم در روی خاک ایران. پاسخ من به دعوت خواهر همدوره‌ای دکترایم برای مسافرت به فرانسه و مهمان اون بودم و ماه‌ها از آن می‌گذرد. دقایقی بعد است آمدم بنویسم. به یادم آمد دیروز بار دیگر که چقدر ترسیده بودم از خلأ دانشی که نوشته شده باشد به زبان فرانسه با زندگی کردن در روی خاک ایران در بازگشتم به ایران. طی سال درمان سرطان سینه هم بود، سال آخر روی خاک فرانسه. چطور می توانستم بدانم پروردگار مرا همیشه مورد رحمت خودش قرار داده بوده است و حالا ارتقا خواهد داد مرا به مرتبه برهان یقینی عقل مستفاد. واژه ها در کتاب هاشم رضی و وصف داده شده در ابن سینا و تمثیل عرفانی نوشته هانری کوربن و متون فارسی آلمانی در دسترس من خواهد بود برای فهم خبر پیام خدا که با صحنه وقوع تجربه نفسانی هم شروع شد. نور طبیعت چون نمیتواند سخن بگوید توسط کلمه در پرانتز برابر است با نیروی الهی پرانتز بسته به صورت تصاویر خود را در رویاها نمایان میکند. کلمه خبر در گیومه از همان صفحات کتاب یونگ هستم و از حافظه آن جمله را آوردم در بالا. کتاب ماهیت روان و انرژی آن به حد و یک تکرار است در کتاب هایم. آخرین که غرب هم معنویات را دارد و هم مادیات را دارد. غرب معنویات خودش را دارد و می رود در آثار فرهنگی دیگر به دنبال خودش. باز هم کاری که هانری کوربن انجام داد، حکایت سهروردی حکایت من شد، جمله کوربن است. همچنین در مورد مفهوم زبان زمان، غرب آن را از شرق به دست آورد از طریق فلاسفه مسلمان و ایرانی و ایرانی تف می کند روی این آثار و روی کسانی مانند من که در مؤسسه عالی و سپس توسط تجربه نفسانیش و دانشی که با بست آن تجربه به دست آورده است را به دیگری منتقل می کند و آنها قوم ایرانی در روی فرد ایرانی تف می کند. از اقوام نزدیک و دور همچنین. تحصیل کرده مگه کیه؟ برادرم در مورد من به من گفت نیش عقرب در تماس تلفنی نزدیک به دو ماه پیشش و با جعل امضا با همدستی مادرش در ناز و نعمت چهار نفری زندگی می کند، همراه زنش و دو فرزندانش، همگی مبخور، علال خصوص آن سه نفر سراسر زندگی لاکچری به قول خودشان قوم ایرانی لاکچری.
لاکچری گوتاک سکه های طلا تولیدی زایش بچه چند نقطه نظام ایرانی زن و مرد ایران است و کتاب های هانری کوربن به تعداد 350 نمونه تا 1100 نمونه چاپ می شوند در ایران. علامت تعجب: شوهرش پول داره، نیاز به کار کردن نداره. شوهر خاربار فروشی داره. مرد جوان پسر لوازم آرایشی فروش در مورد زن فروشنده جوانی که نزدشان کار میکرد به من گفت و همگی میدانن من تحصیل کرده فرانسه و دکتر هستم. بارها در گفتگوی درونی با خودم پاسخی که برای این مرد و قوم ایرانی وجود دارد این است: پس نمیتواند وزیر و نخست وزیر بشود این خانم که شوهرش مال داره و به این دلیل نمیذاره زنش کار کنه. این مرد جوان دقیقا رفتار آنتیپاتیک ایرانی دارد. از امروز به فردا شما را نمی شناسد و با نگاهی که تیر از به طرف شما به شما می نگرد. همه چیز خریدنی است در ایران. یک و سه نمره یک و نمره سه داده بودم به دو دانشجوی مؤسسه عالی. غیر ممکن است در فرانسه این عمل، حتی یک کتاب نخوندن و بعدش میان در کلینیک کار میکنن و نمیتونن مردم رو درمون کنن. یکی از دانشجوهایم در مورد همدوره‌هایش گفت. پدرش بهش گفته بود. پدرش روانشناس بود و در یک کلینیک کار میکرد و اون رو به پسرش گفته بود. هاش خانم های قرن 21 ایران. علامت سوال: حرمسراهایی که عکس زنان پوشه سیاهدار را در یکی از اتاقهای یکی از اماکن قدیمی در شیراز به ما نشان دادند. در سال 2009 بود که برای تنها بودن با ایران به ایران مسافرت کردم و هیچ کس را نرفتم ببینم. این ایام در من نقش بست و حال می نویسمش. با ایران تنها بودم و سالها بعد با خدا تنها می شدم در روی خاک ایران. حتی به یاد نداشتم که سفیر را به پروردگار و به ایران هدیه کردم. با رفتار دو مرد روانشناس و مؤسسه عالی که در آن تدریس کرده بودم و حتی ننوشتن کتاب رسید، متوجه شدم که از ازل آنها غایت هدیه من نبودند، صاحب هدیه من نبودند، بلکه خداوند و ایران صاحبان هدیه هم بودند. در صفحه دوم سفیر پیام اهدایی هم به این صاحبان نوشته شده است.